به گزارش سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر در لبنان از کمک‌های های تادی اروپا که برای مدیریت مهاجرت به این کشور داده شده است برای تأمین مالی اقداماتی استفاده می‌شود که در مقایرت با حقوق بشر هستند. گروه های حقوق بشری همچنین بارها از شیوه‌های مقام‌های لبنان و قبرس در برخورد با مهاجران و پناهجویان انتقاد کردند. به گزارشی که همکارم در این زمین تهیه نموده توجه فرمایید. سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که اتحادیه اروپا بدون اینکه بر رعایت شدن حقوق بنیادین نظارتی داشته باشد به تأمین مالی نهادهای لبنانی ادامه میدهد این در حالی است که اکثر این نهادها در اخراج اجباری پناهجویان سوری نقش دارند در گزارش جدید سازمان دیدبان حقوق که روز چهارشنبه چهارم سپتامبر منتشر شد آمده است که پناهجویان سوری که میخواهند از لبنان به قبرس برسند توسط مقام های لبنانی به اجبار به کشور خود بازگردانده می شوند. همچنین گارد ساحلی قبرس با بازگرداندن این پناهجویان به لبنان در این اخراج اجباری دست دارند. این سازمان این اقدام را نقض آشکار قوانین بین المللی توصیف کرده و با استفاده از شواهد به دست آمده از جمله عکس ها ویدیوها داده های هواپیماها و قایق و مشاهدات شانز ده پناهجوی سوری که در تلاش برای ترک لبنان بودند به این نتیجه رسیده است. نادیا هاردمن پژوهشگر بخش حقوق پناهندگان و مهاجران سازمان دیدبان حقوق بشر اقدامات مقامات قبرس و لبنان نقض آشکار اصل حقوقی عدم بازگشت است. به موجب این اصل قانونی هیچ دولتی نمیتواند فردی را به کشوری که در آن خطر مواجه با رفتارهای خشن یا تحقیرآمیز وجود دارد بازگرداند شرایط زندگی پناهندگان سوری در لبنان که بیشترین تعداد پناهندگان به ازای هر نفر در جهان را دارد و شامل یک و نیم میلیون پناهنده سوری است در سالهای اخیر رو به وخامت گذارده و خصومت جمعی نسبت به آنها همچنان در حال افزایش است افزایش قابل توجه تعداد پناهندگان سوری در ماه آوریل که خواستار ورود غیرقانونی به سمت قبرس هستند منجر به توقف پردازش در درخواست های پناهندگی توسط مقامات قبرسی شد این گزارش تاکید می کند علیرغم علاقه آشکار اتحادیه اروپا به تعهدات حقوق بشری کمک‌های مالی اروپا به های امنیتی لبنان برای مدیریت مرزها ادامه دارد در حالی که این نیروها به صورت مکرر پناهجویان سوری را به طور غیرقانونی اخراج و به کشور خود باز می‌گردانند سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که در اسناد داخلی اتحادیه اروپا مقامات این اتحادیه از آن دارند که برخی از نیروهای امنیتی که از پروژه های اتحادیه اروپا بهرهمند می شوند ممکن است برخلاف استانداردهای بین المللی حقوق بشر عمل کنند. از سید علی شریفی نجات خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم آیه شریف نجات سلام و عرض ادب دارم خدمتون آقای شریفی نجات چه راهکاری به نظر شما برای پایان دادن به مشکلات پناهجویان سوری در عراق لبنان سوریه و قبرس وجود داره بفرمایید وقت از موقعنا شما میلیون عزیزتون ببینید آنچه که در لبنان حال گذاره بیش از میلیون نفر پناهجوی سوری در لبنان وجود دارند که نسبت به سایر کشور حوزه منطقه بیشترین پناهجویان سوری در لبنان هستند برای همین دولت لبنان به دلیل فساد عدیدی اقتصادی که داره نوست داره رئیس بانک مرکزیش با آقای ریاض سلامه بازداشتم شده بابت این مسئله بابت فساد مالی این کمک هزینه هایی که دولت های بینومنی میدادن رو متاسفانه با اختلاس شده در مسئله بعدی اینه که باید راه در این راه کارم اینه که اول باید یک دولت دموکرات و مستقل درست در سوریه شکل بگیره که این مردم پناهجو به دو کشور خودشون برگردن و دوباره راه اینه که دولتی که در لبنان و عراق وجود داره در بحث موادلات مالی باید بپذیریم که فساد مالی کم بشه تا بتونن این پناهجویان به حقوق اولیه و مهم خودشون در حوزه ایه. کمک های بشر دوستانه برسند. این دوتا راهکار مهمترین راهکاری که مردم میتونن به این نتیجه برسن بله ممنونم از شما با تشکر از سید علی شریف نژاد، خبرنگار میدانی و مستنساز از بیروت که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند